حتی از این آقا ببینید چه دعوتنامه هایی براش اومده، اصلا باورتون میشه؟ ما این ابزار داریم، ما این طب اسلامی داریم، طب مترقی ترین طب موجود روی زمین. درست غفلت شده بود از این طب، از این علم مطرح نشده، کتابی نوشته نشده، ولی مترقی ترین طب موجود روی زمین. چرا؟ چون مال امام معصوم، طب پیامبر. پیامبر هم می‌فرماید این طب از جبرائیل، علمنی جبرائیل، همواره اینجوری می‌فرماید علمنی جبرائیل دواء لا احتاج معه الى دواء. جبرائیل به من این داروها را یاد داد. جبرائیل هم از خداوند تبارک و تعالی است. پس این طب الهی است، طب خدایی است و یقینا برترین طب موجود در روی زمین. ما شاید این مسئله را خوب درک نمی کنیم، ولی خود خارجی ها این مسئله را خوب درک می کنند. هر روز یک گروهی میان اینجا، هر مدتی یک گروه میان از کشورهای خارجی، از من دعوت کنم برم خارج. همه الان ستا دعوت نامه دارم از کانادا و از آمریکا و از هندوستان. همین سر روز پیش آمدم. هر روز یکی میگه یک گروهی میان. اونا قدر این را میدونن. رئیس دانشگاه هلند به من میگه که اولین حرفش دو سال قبل آمد قم، منزل ما آمد، اولین حرفش این بود و فلانی شما دانشی دارید فراتر از دانش بشر است. یعنی خیلی آگاهه، اینا خوب درک میکنن. تازه این فقط یه داروی جامعه امام رضا به دستش افتاده، یکی از اینجا رفته با خودش برده، داروی جامعه امام رضا است. همین دیوانش کرده، پاشده اومده میگه از من دعوت کرده که برم هلند. من بهش گفتم اون زمان حالا بیعقلی کردم، گفتم که من یه علم اهل بیت را به کافران نمیدم. بعد گفت پیشنهاد داد دانشجو اینجا بیاره، بازم قبول نکردم. خیلی خلاصه آخرین حرفش این بود با من بیا اروپا، من اروپا را مسلمان میکنم، شما بیا بگو من درمان سرطان دارم، درمان MS دارم، انتیبیوتیک دارم. اروپا خواهد بشه، یه این دانشی داره فراتر از دانش بشه. اونا مغربینه. همین دیروز یه جلسه با مهندس میرسلیم داشتم، ایشون تعریف میکرد، گفت ما آلمان بودیم، خانم هم همراه هم بود، اونجا بچه دار شدیم، بچه ای برای من آمده. خب خانم هم شروع کرد به شیر دادن مثل بقیه خانم های ایرانی. یه دفعه دیدیم یه عده اومدن خونه، کلی هدیه و جایزه آوردن. این آوردم چرا؟ به خاطر اینکه این مادر به بچه شیر میده، بهش حقوق خیلی زیاد هر ماه میدن. چرا؟ چون این خانم به بچه شیر میده. بگه اینا طب اسلامی رو تبلیغ میکنن، اینا دنبال این مسائل هم. حقوق میدن که چرا خانم به بچه شیر میده. و امثال اینها زیاده، از این داستان ها خیلی زیاده. خلاصه اونا قدر این مسائل را میدونن. همین رئیس بعد از اون مدت شاید یک ماه قبل رئیس آنکولوژی هلند آمد، یا خانومی هست آمد، از من دعوت کرد که برم اونجا. آنکولوژی یعنی سرطان، رئیس سرطان هلند از من دعوت کرد که برم هلند. گفت تمامی امکانات را در اختیارت میذاریم، اینجا خیلی به شما اهمیت نمیدن، ما تمامی امکانات را در اختیار شما میذاریم، بیا اونجا درس بده. آخر کارم گفت اتفاقا من هم شوهر ندارم. نه اینجور اینا بالاخره تطمیه میکنم به هر وسیلهی. خلاصه قدر این مسائل را ما نمیدونیم. تنها از علمش میخواستن استفاده کنن، چون خیلی شبیه براد پیت بود این آقا،
بخواستن زیباییش هم سو استفاده کنن، گولش بخواستن بزنن و اینا رو باید مواظب باشن ها. خیلی اینا از بین برن اصلا. اصلا قبل از اینکه یه چیزی براتون بخونم، بریم یکی از همین آقایون طبیع آخوندهای طبیب رو نگاه کنید. از این من خیلی چیزا پخش کردم، یه تیکش هم نگاه کنید که این طب اسلامی رو نگاه کنید. شروع کنید. گرمان کیسه، کیسه تخنا، اصلا کیس چیه؟ یه کیسه آبی. حالا ما تخصصی نمیخوام اینجا بحث کنیم که وقت گرفته بشه، تو کلاسامون اینا همه رو باز میکنیم، یعنی هر چیزی که هست اینا رو تفسیر میکنیم و توضیح میدیم. اینجا فقط عنوان رو یعنی کیسه تختان یک کیسه های ریز آبی هست در رحم به وجود میاد که خیلی ها میرن سونوگرافی این کیسه تختان رو دارن. یکی از چیزهایی که باعث ناباروری میشه همین کیسه تختان. اما اینکه کیسه تختان اصلا چجوری به وجود میاد؟ کیسه تختان زمانی که یه خانم مریض باشه، در زمان مریضیش بره حمام، حمامی که داره توقف داشته باشه و از اون بدتر در این حمام بشینه، یعنی بشینه رو صندلی خودشو بشونه، ناخودآگاه این رحم وقتی دهانه باز میشه این گازی که از چاه بلند میشه این گاز رو میکشه، خودش باعث تولید چی میشه؟ کیسه تختان میشه. آقا یه نفر هست نمیخواد بره سونوگرافی، خودش میخواد بره کیسه تختان داره یا نداره. از این علامت هایی که میگم اگر دوتاش رو داشته باشه کیسه تختان داره. یک، مریضیش نامرتب باشه. دو، درد زمان مریضی داشته باشه. سه، مو زائد زیر چونه یا مو زائد زیر روی سینه داشته باشه. چی درون ریز چی برون ریز داشته باشه، دو تا از این ستاره که داشته باشه قطعا کیسه تختان رو داره. اگر خواست کیسه تختانش رو درمان کنه 40 روز هم فرآورده حیوانی رو نمیخوره، همین قضیه اسفندی رو هم که براتون گفتم با این عرق جار انجام میده، کیسه تختانش چی میشه؟ برطرف. ببخشید چون بحث علمی بود دیگه میتونه هر چیزی رو عنوان کنه، ببخشید اگه یکم تلویزیونی هم نبود، عذر میخوام ازتون. بخشی جالب از خاطرات همسر رضا شاه.